پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده. این اعلام بیزاری از سوی خدا و پیامبر او به کسانی از مشرکان است که با آنها عهد بسته اید. این حال 4 ماه مهلت دارید که آزادانه در زمین سیر کنید و هر جا می خواهید بروید و بیندیشید و بدانید شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید و از قدرت او فرار کنید و بدانید خداوند خار کننده کافران است و این اعلامی است از ناحیه خدا و پیامبرش به عموم مردم در روز حج اکبر، روز عید قربان که خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند. با این حال اگر توبه کنید برای شما بهتر است و اگر سرپیچی نمایید بدانید شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید و کافران را به مجازات دردناک بشارت ده، مگر کسانی از مشرکان که با آنها عهد بستید و چیزی از آن را در حق شما فروگذار نکردند و عهدی را بر ضد شما تقویت ننمودند، پیمان آنها را تا پایان مدتشان محترم بشمارید، زیرا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد. اما وقتی ماهای حرام پایان گرفت، مشرکان را هر جا یافتید به قتل برسانید و آنها را اسیر سازید و محاصره کنید و در هر کمینگاه بر سر راه آنها بنشینید. هرگاه توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند آنها را رها سازید، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. اگر یکی از مشرکان از تو پناهندگی بخواهد به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود و در آن بیندیشد، سپس او را به محل امنش برسان، چرا که آنها گروهی ناآگاهند. چگونه برای مشرکان پیمانی نزد خدا و رسول او خواهد بود در حالی که آنها همواره آماده شکستن پیمانشان هستند؟ مگر کسانی که نزد مسجد الحرام با آنان پیمان بستید و پیمان خود را محترم شمردند تا زمانی که در برابر شما وفادار باشند شما نیز وفاداری کنید، که خداوند پرهیزگاران را دوست دارد. گونه پیمان مشرکان ارزش دارد در حالی که اگر بر شما غالب شوند نه ملاحظه خیشاوندی با شما را می کنند و نه پیمان را؟ شما را با زبان خود خوشنود می کنند ولی دلهایشان ابا دارد و بیشتر آنها فرمان بردار نیستند. آنها آیات خدا را به بهای کمی فروختند و مردم را از راه او باز داشتند. آنها اعمال بدی انجام می دادند. نه تنها درباره شما، درباره هیچ فرد با ایمانی رعایت خیشاوندی و پیمان را نمی کنند و آنها همان تجاوزکارانند. ولی اگر توبه کنند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند، برادر دینی شما هستند و ما آیات خود را برای گروهی که می دانند و می اندیشند شرح می دهیم. اگر پیمانهای خود را پس از عهد خیش بشکنند و آیین شما را مورد طعن قرار دهند، با پیشوایان کفر پیکار کنید، چرا که آنها پیمانی ندارند، شاید با شدت عمل دست بردارند. آیا با گروهی که پیمانهای خود را شکستند و تصمیم به اخراج پیامبر گرفتند پیکار نمی کنید، در حالی که آنها نخستین بار پیکار با شما را آغاز کردند؟ آیا از آنها می ترسید؟ با اینکه خداوند سزاوارتر است که از او بترسید اگر مؤمن هستید. با آنها پیکار کنید که خداوند آنان را به دست شما مجازات می کند و آنان را رسوا می سازد و سینه گروهی از مؤمنان را شفا می بخشد
و بر قلب آنها مرهم می نهد. خشم دلهای آنان را از میان می برد و خدا توبه هر کس را بخواهد و شایسته بداند می پذیرد و خداوند دانا و حکیم است. یا گمان کردید که به حال خود رها می شوید در حالی که خداوند هنوز کسانی را که از شما جهاد کردند و غیر از خدا و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار خیش انتخاب ننمودند از دیگران مشخص نساخته است؟ باید آزمون شوید و صفوف از هم جدا گردد و خداوند به آنچه عمل می کنید آگاه است. فکان حق ندارند مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خیش گواهی می دهند. آنها اعمالشان نابود و بی ارزش شده و در آتش دوزخ جاودانه خواهند ماند. مساجد خدا را تنها کسی آباد می کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد و جز از خدا نترسد. امید است چون این گروهی از هدایت یافتگان باشند. یا سیراب کردن حجاج و آباد ساختن مسجد الحرام را همانند عمل کسی قرار دادید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه او جهاد کرده است؟ این دو نزد خدا مساوی نیستند و خداوند گروه ظالمان را هدایت نمی کند. ها که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است و آنها پیروز و رستگارند. پروردگارشان آنها را به رحمتی از ناحیه خود و رضایت خیش و باغهایی از بهشت بشارت می دهد که در آن نعمتهای جاودانه دارند. همواره و تا ابد در این باغها و در میان این نعمتها خواهند بود، زیرا پاداش عظیم نزد خداوند است. کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه پدران و برادران شما کفر را بر ایمان ترجیح دهند، آنها را ولی خود قرار ندهید و کسانی از شما که آنان را ولی خود قرار دهند ستمگرند. بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید و خانه هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند و خداوند جمعیت نافرمان بردار را هدایت نمی کند. خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد و بر دشمن پیروز شدید و در روز حنین نیز یاری نمود، در آن هنگام که فزونی جمعیتتان شما را مغرور ساخت، ولی این فزونی جمعیت هیچ به دردتان نخورد و زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شد. سپس پشت به دشمن کرده فرار نمودید. سپس خداوند سکینه و آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد و لشکرهایی فرستاد که شما نمی دیدید و کافران را مجازات کرد و این است جزای کافران. سپس خداوند بعد از آن توبه هر کس را بخواهد و شایسته بداند می پذیرد و خداوند آمرزنده و مهربان است. کسانی که ایمان آورده اید، مشرکان ناپاکند، پس نباید بعد از امسال نزدیک مسجد الحرام شوند و اگر از فقر می ترسید، خداوند هرگاه بخواهد شما را به کرمش بی نیاز می سازد و از راه دیگر جبران می کند. خداوند دانا و حکیم است. با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا
و نه به روز جزا ایمان دارند و نه آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام می شمرند و نه آیین حق را می پذیرند پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم جزیه را به دست خود بپردازند. یهود گفتند عزیر پسر خداست و نصارا گفتند مسیح پسر خداست. این سخنی است که با زبان خود میگویند که همانند گفتار کافران پیشین است. خدا آنان را بکشد، چگونه از حق انحراف مییابند؟ آنها دانشمندان و راهبان خیش را معبودهایی در برابر خدا قرار دادند و همچنین مسیح فرزند مریم را، در حالی که دستور نداشتند جز خداوند یکتایی را که معبودی جز او نیست بپرستند. او پاک و منزه است از آنچه همتایش قرار می‌دهند. آنها می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند، ولی خدا جز این نمی‌خواهد که نور خود را کامل کند، هرچند کافران ناخشنود باشند. او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد تا آن را بر همه آیین‌ها غالب گرداند، هرچند مشرکان کراهت داشته باشند. ای کسانی که ایمان آورده اید، بسیاری از دانشمندان اهل کتاب و راهبان اموال مردم را به باطل می‌خورند و آنان را از راه خدا باز می‌دارند و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره و پنهان می‌سازند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند به مجازات دردناکی بشارت ده. در آن روز که آن را در آتش جهنم گرم و سوزان کرده و با آن صورت‌ها و پهلوها و پشت‌هایشان را داغ می‌کنند و به آنها می‌گویند این همان چیزی است که برای خود اندوختید، پس بچشید چیزی را که برای خود می اندوختید. تعداد ماها نزد خداوند در کتاب الهی از آن روز که آسمانها و زمین را آفریده 12 ماه است که 4 ماه از آن ماه حرام است و جنگ در آن ممنوع می باشد. این آیین ثابت و پابرجای الهی است. بنابراین در این ماه‌ها به خود ستم نکنید و از هر گونه خون ریزی بپرهیزید و به هنگام نبرد با مشرکان دست جمعی پیکار کنید، همان گونه که آنها دست جمعی با شما پیکار می کنند و بدانید خداوند با پرهیزگاران است. سی جا به جا کردن و تأخیر ماه‌های حرام افزایشی در کفر مشرکان است که با آن کافران گمراه می شوند. 1 سال آن را حلال و سال دیگر آن را حرام می کنند تا به مقدار ماهایی که خداوند تحریم کرده بشود و عدد 4 ماه به پندارشان تکمیل گردد و به این ترتیب آنچرا خدا حرام کرده حلال بشمرند. اعمال زشتشان در نظرشان زیبا جلوه داده شده و خداوند جمعیت کافران را هدایت نمی کند. ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا هنگامی که به شما گفته می شود به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید بر زمین سنگینی می کنید و سستی به خرج می دهید؟ آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شده اید؟ با اینکه متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست، اگر به سوی میدان جهاد حرکت نکنید شما را مجازات دردناکی می کند و گروه دیگری غیر از شما را به جای شما قرار می دهد و هیچ زیانی به او نمی رسانید و خداوند بر هر چیزی تواناست. اگر او را یاری نکنید، خداوند او را یاری کرد و در مشکل ترین ساعات او را تنها نگذاشت. آن هنگام که کافران او را از مکه بیرون کردند، در حالی که 2 نفر بود و 1 نفر بیشتر همراه نداشت،
در آن هنگام که آن دو در غار بودند و او به همراه خود می گفت غم مخور، خدا با ماست. در این موقع خداوند سکینه و آرامش خود را بر او فرستاد و با لشکرهایی که مشاهده نمی کردید او را تقویت نمود و گفتار و هدف کافران را پایین قرار داد و آنها را با شکست مواجه ساخت و سخن خدا و آیین او بالا و پیروز است و خداوند عزیز و حکیم است. همگی به سوی میدان جهاد حرکت کنید، سبکبار باشید یا سنگین بار و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید. اما گروهی از آنها چنانند که اگر غنایمی نزدیک و در دسترس و سفری آسان باشد به طمع دنیا از تو پیروی می کنند، ولی اکنون که برای میدان تبوک راه بر آنها دور و پر مشقت است سر باز می زنند و به زودی به خدا سوگند یاد می کنند که اگر توانایی داشتیم همراه شما حرکت می کردیم. آنها با این اعمال و این دروغ ها در واقع خود را هلاک می کنند و خداوند می داند آنها دروغ گو هستند. خداوند تو را بخشید، چرا پیش از آن که راستگویان و دروغگویان را بشناسی به آنها اجازه دادی؟ خوب بود صبر می کردی تا هر دو گروه خود را نشان دهند. آنها که به خدا و روز جزا ایمان دارند هیچگاه برای ترک جهاد در راه خدا با اموال و جانهایشان از تو اجازه نمی گیرند و خداوند پرهیزگاران را می شناسد. آنها کسانی از تو اجازه این کار را می گیرند که به خدا و روز جزا ایمان ندارند و دلهایشان با شک و تردید آمیخته است. آنها در تردید خود سرگردانند. اگر آنها راست می گفتند و اراده داشتند که به سوی میدان جهاد خارج شوند، وسیله ای برای آن فراهم می ساختند، ولی خدا از حرکت آنها کراهت داشت، از این رو توفیقش را از آنان سلب کرد و آنها را از جهاد باز داشت و به آنان گفته شد با قاعدین، کودکان و پیران و بیماران بنشینید. گر آنها همراه شما به سوی میدان جهاد خارج می شدند جز اضطراب و تردید چیزی بر شما نمی افزودند و به سرعت در بین شما به فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه و نفاق می پرداختند و در میان شما افرادی سست و ضعیف هستند که به سخنان آنها کاملا گوش فرا می دهند و خداوند ظالمان را می شناسد. ها پیش از این نیز در پی فتنه انگیزی بودند و کارها را بر تو دگرگون ساختند و به هم ریختند تا آنکه حق فرا رسید و فرمان خدا آشکار گشت و پیروز شدید، در حالی که آنها کراهت داشتند. بعضی از آنها می گویند به ما اجازه ده تا در جهاد شرکت نکنیم و ما را به گناه نیفکن. آگاه باشید آنها همکنون در گناه سقوط کرده اند و جهنم کافران را احاطه کرده است. هرگاه نیکی به تو رسد آنها را ناراحت می کند و اگر مصیبتی به تو رسد می گویند ما تصمیم خود را از پیش گرفته ایم و باز می گردند در حالی که خوشحالند. او هیچ حادثه ای برای ما رخ نمی دهد مگر آنکه خداوند برای ما نوشته و مقرر داشته است. او مولا و سرپرست ماست و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند. بگو آیا درباره ما جز یکی از دو نیکی را انتظار دارید؟ یا پیروزی یا شهادت؟ ولی ما انتظار داریم که خداوند عذابی از سوی خودش
در آن جهان به شما برساند یا در این جهان به دست ما مجازات شوید. اکنون که چنین است شما انتظار بکشید، ما هم با شما انتظار میکشیم. او انفاق کنید، خواه از روی میل باشد یا اکراه، هرگز از شما پذیرفته نمی شود، چرا که شما قوم فاسقی بودید. هیچ چیز مانع قبول انفاقهای آنها نشد جز این که آنها به خدا و پیامبرش کافر شدند و نماز به جا نمی آورند جز با کسالت و انفاق نمی کنند مگر با کراهت. فزونی اموال و اولاد آنها تو را در شگفتی فرو نبرد. خدا می خواهد آنان را به وسیله آن در زندگی دنیا عذاب کند و جانشان براید در حالی که کافرند. آنها به خدا سوگند می خورند که از شما هستند در حالی که از شما نیستند، ولی آنها گروهی هستند که می ترسند و به خاطر ترس از فاش شدن اسرارشان دروغ می گویند. اگر پناهگاه یا غارها یا راهی در زیر زمین بیابند به سوی آن حرکت می کنند و با سرعت و شتاب فرار می کنند. در میان آنها کسانی هستند که در تقسیم غنایم به تو خرده می گیرند. اگر از آن غنایم سهمی به آنها داده شود راضی می شوند و اگر داده نشود خشم می گیرند، خواه حق آنها باشد یا نه. حالی که اگر به آنچه خدا و پیامبرش به آنان داده راضی باشند و بگویند خداوند برای ما کافی است و به زودی خدا و رسولش از فضل خود به ما می بخشند، ما تنها رضای او را می طلبیم، برای آنها بهتر است. زکاتها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای جمع آوری آن زحمت می کشند و کسانی که برای جلب محبتشان اقدام می شود و برای آزادی بردگان و ادای دین بدهکاران و در راه تقویت آیین خدا و واماندگان در راه. این یک فریضه مهم الهی است و خداوند دانا و حکیم است. آنها کسانی هستند که پیامبر را آزار می دهند و می گویند او آدم خوشباوری است. بگو خوشباور بودن او به نفع شماست، ولی بدانید او به خدا ایمان دارد و تنها مؤمنان را تصدیق می کند و رحمت است برای کسانی از شما که ایمان آورده اند. و آنها که رسول خدا را آزار می دهند عذاب دردناکی دارند. آنها برای شما به خدا سوگند یاد می کنند تا شما را راضی سازند، در حالی که شایسته تر این است که خدا و رسولش را راضی کنند اگر ایمان دارند. آیا نمی دانند هر کس با خدا و رسولش دشمنی کند برای او آتش دوزخ است، جاودانه در آن می ماند؟ این همان رسوایی بزرگ است. منافقان از آن بیم دارند که سوره ای بر ضد آنان نازل گردد و به آنها از اسرار درون قلبشان خبر دهد. بگو استهزا کنید، خداوند آنچه را از آن بیم دارید آشکار می سازد. و اگر از آنها بپرسی چرا این اعمال خلاف را انجام دادید، می گویند ما بازی و شوخی می کردیم. بگو آیا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره می کردید؟ بگو عذرخواهی نکنید که بیهوده است، چرا که شما پس از ایمان آوردن کافر شدید. اگر گروهی از شما را به خاطر توبه مورد عفو قرار دهیم، گروه دیگری را عذاب خواهیم کرد، زیرا مجرم بودند. مردان منافق و زنان منافق همه از یک گروه هند. آنها امر به منکر و نهی از معروف می کنند و دستهایشان را از انفاق و بخشش می بندند.
خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را فراموش کرد و رحمتش را از آنها قطع نمود. به یقین منافقان همان فاسقانند. خداوند به مردان و زنان منافق و کفار وعده آتش دوزخ داده، جاودانه در آن خواهند ماند. همان برای آنها کافی است و خدا آنها را از رحمت خود دور ساخته و عذاب همیشگی برای آنهاست. شما منافقان همانند کسانی هستید که قبل از شما بودند و راه نفاق پیمودند، بلکه آنها از شما نیرومندتر و اموال و فرزندانشان بیشتر بود. آنها از بهره خود از مواهب الهی در راه گناه و هوس استفاده کردند. شما نیز از بهره خود در این راه استفاده کردید، همان گونه که آنها استفاده کردند. شما در کفر و نفاق و استهزای مؤمنان فرو رفتید، همان گونه که آنها فرو رفتند. ولی سرانجام اعمالشان در دنیا و آخرت نابود شد و آنها همان زیانکارانند. آیا خبر کسانی که پیش از آنها بودند به آنان نرسیده است؟ قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین، قوم شعیب و شهرهای زیر و رو شده، قوم لوط، پیامبرانشان دلایل روشن برای آنان آوردند ولی نپذیرفتند. خداوند به آنها ستم نکرد، اما خودشان بر خویشتن ستم می کردند. مردان و زنان با ایمان ولی و یار و یاور یکدیگرند. امر به معروف و نهی از منکر می کنند، نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند. به زودی خدا آنان را مورد رحمت خیش قرار می دهد. خداوند توانا و حکیم است. خداوند به مردان و زنان با ایمان باغهایی از بهشت وعده داده که نهرها از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند و مسکنهای پاکیزه ای در بهشتهای جاودان نصیب آنها ساخته و خوشنودی و رضای خدا از همه اینها برتر است و پیروزی بزرگ همین است. پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر. جایگاهشان جهنم است و چه بد سرنوشتی است. خدا سوگند می‌خورند که در غیاب پیامبر سخنان نادرست نگفتند، در حالی که قطعاً سخنان کفرآمیز گفتند و پس از اسلام آوردنشان کافر شده اند و تصمیم به کار خطرناکی گرفتند که به آن نرسیدند. آنها فقط از این انتقام می گیرند که خداوند و رسولش آنان را به فضل و کرم خود بی نیاز ساختند. با این حال اگر توبه کنند برای آنها بهتر است و اگر روی گردانند خداوند آنها را در دنیا و آخرت به مجازات دردناکی کیفر خواهد داد و در سراسر زمین نه ولی و حامی دارند و نه یاوری. بعضی از آنها با خدا پیمان بسته بودند که اگر خداوند ما را از فضل خود روزی دهد قطعا صدقه خواهیم داد و از صالحان و شاکران خواهیم بود. ما هنگامی که خدا از فضل خود به آنها بخشید بخل ورزیدند و سرپیچی کردند و روی برتافتند. عمل روح نفاق را تا روزی که خدا را ملاقات کنند در دلهایشان برقرار ساخت. این به خاطر آن است که از پیمان الهی تخلف جستند و به خاطر آن است که دروغ می گفتند. یا نمی دانستند که خداوند اسرار و سخنان درگوشی آنها را می داند و خداوند دانای همه غیب ها و امور پنهانی است.
آنهایی که از مؤمنان اطاعتکار در صدقاتشان عیب جویی می کنند و کسانی را که برای انفاق در راه خدا جز به مقدار ناچیز توانایی خود دسترسی ندارند مسخره می نمایند، خدا آنها را مسخره می کند و کیفر استهزا کنندگان را به آنها می دهد و برای آنها عذاب دردناکیست که برای آنها استغفار کنی و چه نکنی، حتی اگر 70 بار برای آنها استغفار کنی هرگز خدا آنها را نمی آمرزد، چرا که خدا و پیامبرش را انکار کردند و خداوند جمعیت فاسقان را هدایت نمی کند. بازماندگان از جنگ تبوک از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدند و کراهت داشتند که با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کنند و به یکدیگر و به مؤمنان گفتند در این گرما به سوی میدان حرکت نکنید. به آنان بگو آتش دوزخ از این هم گرمتر است اگر می دانستند. از این رو آنها باید کمتر بخندند و بسیار بگریند، چرا که آتش جهنم در انتظارشان است. این جزای کارهایی است که انجام می‌دادند. گاه خداوند تو را به سوی گروهی از آنان بازگرداند و از تو اجازه خروج به سوی میدان جهاد بخواهند، بگو هیچگاه با من خارج نخواهید شد و هرگز همراه من با دشمنی نخواهید جنگید. شما نخستین بار به کنار گیری راضی شدید، اکنون نیز با متخلفان بمانید. هرگز بر مرده هیچ یک از آنان نماز نخوان و بر کنار قبرش برای دعا و طلب آمرزش نایست، چرا که آنها به خدا و رسولش کافر شدند و در حالی که فاسق بودند از دنیا رفتند. مبادا اموال و فرزندانشان مایه شگفتی تو گردد. این برای آنها نعمت نیست، بلکه خدا می‌خواهد آنها را به این وسیله در دنیا عذاب کند و جانشان برآید در حالی که کافرند. هنگامی که سوره ای نازل شود و به آنان دستور دهد که به خدا ایمان بیاورید و همراه پیامبرش جهاد کنید، افرادی از آنها، گروه منافقان که توانایی دارند، از تو اجازه می‌خواهند و می‌گویند بگذار ما با قائدین آنها که از جهاد معافند باشیم. آری، آنها راضی شدند که با بازماندگان باشند و بر دلهایشان مهر نهاده شده، از این رو چیزی نمی‌فهمند. ولی پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند با اموال و جانهایشان جهاد کردند و همه نیکی‌ها برای آنهاست و آنها همان رستگارانند. خداوند برای آنها باغ‌هایی از بهشت فراهم ساخته که نهرها از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن خواهند بود و این است رستگاری و پیروزی بزرگ. و عذر آورندگان از اعراب نزد تو آمدند که به آنها اجازه عدم شرکت در جهاد داده شود و آنها که به خدا و پیامبرش دروغ گفتند بدون هیچ عذری در خانه خود نشستند. به زودی به کسانی از آنها که مخالفت کردند و معذور نبودند عذاب دردناکی خواهد رسید. ضعیفان و بیماران و آنها که وسیله ای برای انفاق در راه جهاد ندارند ایرادی نیست که در میدان جنگ شرکت نجویند، هرگاه برای خدا و رسولش خیرخواهی کنند و از آنچه در توان دارند مضایقه ننمایند. بر نیکوکاران راه مؤاخذه نیست و خداوند آمرزنده و مهربان است. و نیز ایرادی نیست بر آنها که وقتی نزد تو آمدند که آنان را بر مرکبی برای جهاد سوار کنی گفتی
مرکبی که شما را بر آن سوار کنم ندارم. از نزد تو بازگشتند در حالی که چشمانشان از اندوه اشک بار بود، زیرا چیزی نداشتند که در راه خدا انفاق کنند و با آن به میدان بروند. راه مؤاخذه تنها به روی کسانی باز است که از تو اجازه می خواهند، در حالی که توانگرند و امکانات کافی برای جهاد دارند. آنها راضی شدند که با بازماندگان بمانند و خداوند بر دلهایشان مهر نهاده، به همین جهت چیزی نمی دانند. هنگامی که به سوی آنها که از جهاد تخلف کردند بازگردید، از شما عذرخواهی می کنند. بگو عذرخواهی نکنید، ما هرگز سخن شما را باور نخواهیم کرد، چرا که خدا ما را از اخبارتان آگاه ساخته و خدا و رسولش اعمال شما را می بینند. سپس به سوی کسی که دانای پنهان و آشکار است بازگشت داده می شوید و او شما را به آنچه انجام می دادید آگاه می کند و جزا می دهد. هنگامی که به سوی آنان بازگردید، برای شما به خدا سوگند یاد می کنند تا از آنها اعراض و صرف نظر کنید. از آنها اعراض کنید و روی بگردانید، چرا که پلیدند و جایگاهشان دوزخ است به کیفر اعمالی که انجام می دادند. برای شما قسم یاد می کنند تا از آنها راضی شوید. اگر شما از آنها راضی شوید، خداوند هرگز از جمعیت فاسقان راضی نخواهد شد. بادی نشینان عرب کفر و نفاقشان شدید تر است و به ناآگاهی از حدود و احکامی که خدا بر پیامبرش نازل کرده سزاوار ترند و خداوند دانا و حکیم است. گروهی از این اعراب بادی نشین چیزی را که در راه خدا انفاق می کنند غرامت محسوب می دارند و انتظار حوادث دردناکی برای شما می کشند. حوادث دردناک برای خود آنهاست و خداوند شنوا و داناست. گروهی دیگر از عربهای بادی نشین به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و آنچه را انفاق می کنند مایه تقرب به خدا و دعای پیامبر می دانند. آگاه باشید، اینها مایه تقرب آنهاست. خداوند به زودی آنان را در رحمت خود وارد خواهد ساخت. به یقین خداوند آمرزنده و مهربان است. پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند، خداوند از آنها خوشنود گشت و آنها نیز از او خوشنود شدند و باغ‌هایی از بهشت برای آنان فراهم ساخته که نهرها از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند و این است پیروزی بزرگ. و از میان اعراب بادی نشین که اطراف شما هستند جمعی منافقند و از اهل مدینه نیز گروهی سخت به نفاق پای بندند. تو آنها را نمی شناسی ولی ما آنها را می شناسیم. به زودی آنها را دو بار مجازات می کنیم، مجازاتی با رسوایی در دنیا و مجازاتی به هنگام مرگ. سپس به سوی مجازات بزرگی در قیامت فرستاده می شوند. گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف کردند و کار خوب و بد را به هم آمیختند. امید می رود که خداوند توبه آنها را بپذیرد. به یقین خداوند آمرزنده و مهربان است. از اموال آنها صدقه ای به عنوان زکات بگیر تا به وسیله آن آنها را پاک سازی و پرورش دهی و به هنگام گرفتن زکات به آنها دعا کن که دعای تو مایه آرامش آنهاست و خداوند شنوا و داناست.
آیا نمی دانستند که فقط خداوند توبه را از بندگانش می پذیرد و صدقات را می گیرد و خداوند توبه پذیر و مهربان است؟ بگو عمل کنید، خداوند و فرستاده او و مؤمنان اعمال شما را می بینند و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانده می شوید و شما را به آنچه عمل می کردید خبر می دهد. و گروهی دیگر به فرمان خدا واگذار شده اند و کارشان با خداست، یا آنها را مجازات می کند و یا توبه آنان را می پذیرد، هر طور که شایسته باشند، و خداوند دانا و حکیم است. گروهی دیگر از آنها کسانی هستند که مسجدی ساختند برای زیان رساندن به مسلمانان و تقویت کفر و تفرق افکنی میان مؤمنان و کمینگاه برای کسی که از پیش با خدا و پیامبرش مبارزه کرده بود. آنها سوگند یاد می کنند که جز نیکی و خدمت نظری نداشته ایم، اما خداوند گواهی می دهد که آنها دروغگو هستند. هرگز در آن مسجد به عبادت نایست. آن مسجدی که از روز نخست بر پایه تقوا بنا شده شایسته تر است که در آن به عبادت بایستی. در آن مردانی هستند که دوست می دارند پاکیزه باشند و خداوند پاکیزگان را دوست دارد. آیا کسی که شالوده آن را بر تقوای الهی و خوشنودی او بنا کرده بهتر است، یا کسی که اساس آن را بر کنار پرتگاه سستی بنا نموده که ناگهان در آتش دوزخ فرو می ریزد؟ و خداوند گروه ستمگران را هدایت نمی کند. اما این بنایی را که آنها ساختند همواره به صورت یک وسیله شک و تردید در دلهایشان باقی می ماند، مگر اینکه دلهایشان پاره پاره شود و بمیرند، وگرنه هرگز از دل آنها بیرون نمی رود. و خداوند دانا و حکیم است. خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خریداری کرده که در برابرش بهشت برای آنان باشد، به این گونه که در راه خدا پیکار می کنند، می کشند و کشته می شوند. این وعده حقی است بر او که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده، و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟ اکنون بشارت باد بر شما به داد و ستدی که با خدا کرده اید، و این است آن پیروزی بزرگ. توبه کنندگان، عبادتکاران، سپاسگویان، سیاحت کنندگان، رکوع کنندگان، سجده آوران، آمران به معروف، نهی کنندگان از منکر و حافظان حدود و مرزهای الهی مؤمنان حقیقی اند و بشارت ده به این چنین مؤمنان. آیه پیامبر و مؤمنان شایسته نبود که برای مشرکان از خداوند طلب آمرزش کنند، هرچند از نزدیکانشان باشند، آن هم پس از آن که بر آنها روشن شد که این گروه اهل دوزخند. و استغفار ابراهیم برای پدرش فقط به خاطر وعده ای بود که به او داده بود تا وی را به سوی ایمان جذب کند. اما هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خداست، از او بیزاری جست. به یقین ابراهیم مهربان و بردبار بود. چنان نیست که خداوند قومی را پس از آن که آنها را هدایت کرد و ایمان آوردند گمراه و مجازات کند، مگر آن که اموری را که باید از آن بپرهیزند برای آنان بیان نماید و آنها مخالفت کنند، زیرا خداوند به هر چیزی داناست. حکومت آسمان ها و زمین تنها از آن خداست، زنده می کند و می میراند
و جز خدا ولی و یاوری ندارید. مسلماً خداوند رحمت خود را شامل حال پیامبر و مهاجران و انصار که در زمان اسرت و شدت در جنگ تبوک از او پیروی کردند نمود. بعد از آن که نزدیک بود دلهای گروهی از آنها از حق منحرف شود و از میدان جنگ بازگردند، سپس خدا توبه آنها را پذیرفت که او نسبت به آنان مهربان و رحیم است. همچنین آن سه نفر که از شرکت در جنگ تبوک باز ماندند و مسلمانان با آنان قطع رابطه نمودند تا آن حد که زمین با همه وسعتش بر آنها تنگ شد، حتی در وجود خیش جایی برای خود نمی یافتند. در آن هنگام دانستند پناهگاهی از خدا جز به سوی او نیست، سپس خدا رحمتش را شامل حال آنها نمود و به آنان توفیق داد تا توبه کنند. خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است. ای کسانی که ایمان آورده اید، از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و با صادقان باشید. زاوار نیست که اهل مدینه و بادی نشینانی که اطراف آنها هستند از رسول خدا تخلف جویند و برای حفظ جان خیش از جان او چشم بپوشند. این به خاطر آن است که هیچ تشنگی، خستگی و گرسنگی در راه خدا به آنها نمی رسد و هیچ گامی که موجب خشم کافران می شود بر نمی دارند و ضربه ای از دشمن نمی خورند مگر اینکه به خاطر آن عمل صالحی برای آنها نوشته می شود، زیرا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند و هیچ مال کوچک یا بزرگی را در این راه انفاق نمی کنند و هیچ سرزمینی را به سوی میدان جهاد و یا در بازگشت نمی پیمایند مگر اینکه برای آنها نوشته می شود تا خداوند آن را به عنوان بهترین اعمالشان پاداش دهد. شایسته نیست مؤمنان همگی به سوی میدان جهاد کوچ کنند، چرا از هر گروهی از آنان طایفه ای کوچ نمی کند و طایفه ای در مدینه بماند تا در دین و معارف و احکام اسلام آگاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود آنها را بین دهند، شاید از مخالفت فرمان پروردگار بترسند و خودداری کنند. ای کسانی که ایمان آورده اید، با کافرانی که به شما نزدیکترند پیکار کنید و دشمن دورتر شما را از دشمنان نزدیک غافل نکند. آنها باید در شما شدت و خشونت و قدرت احساس کنند و بدانید خداوند با پرهیزگاران است. و هنگامی که سوره ای نازل می شود بعضی از آنان به دیگران می گویند این سوره ایمان کدام یک از شما را افزون ساخت؟ به آنها بگو اما کسانی که ایمان آورده اند بر ایمانشان افزوده و آنها به فضل و رحمت الهی خوشحالند، اما آنها که در دلهایشان بیماریست پلیدی بر پلیدیشان افزوده و از دنیا رفتند در حالی که کافر بودند. آیا آنها نمی بینند که در هر سال یک یا دو بار آزمایش می شوند؟ باز توبه نمی کنند و متذکر هم نمی گردند. و هنگامی که سوره ای نازل می شود بعضی از آنها منافقان به یکدیگر نگاه می کنند و می گویند آیا کسی شما را می بیند؟ اگر از حضور پیامبر بیرون رویم کسی متوجه ما نمی شود؟ سپس منصرف می شوند و بیرون می روند. خداوند دلهایشان را از حق منصرف ساخته، چرا که آنها گروهی هستند که نمی فهمند و بیدانشند. یقین رسولی از خود شما به سویتان آمد
که رنجهای شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است. اگر آنها از حق روی بگردانند نگران مباش، بگو خداوند مرا کفایت می کند، هیچ معبودی جز او نیست، بر او توکل کردم و او صاحب عرش بزرگ است.